در ایامی که هنوز آن وجود مبارک از طرف دشمنان خارج و دوستان داخل هر دو به مصائب بی‌منتها و محاط و گرفتار از سماع مشیت ربانیه نازل گردیده است. مطالبی که اینک به سمع شما دوستان عزیز میرسد از پروگرام جشن صدومین سال نزول کتاب مستطاب اقدس اخذ شده است. با دقت در این مطالب گوش هوش فرا دهید تا به جزئی از متن این سفر کریم پی برید. منتخباتی از مطالب کتاب مستطاب اقدس به قلم جناب دکتر علی مراد داوودی. گمان می‌برند که کتاب اقدس تنها کتاب احکام است. این گمان نارواست. نه جمیع احکام در کتاب اقدس است و نه جمیع آیات کتاب اقدس در باره احکام است. کتاب اقدس کتاب عقاید است، کتاب حقایق است، کتاب اصول است، کتاب نظم بدیع است، کتاب اخلاق است و ضمناً کتاب احکام است. خدا را در این کتاب باید شناخت. خلاصه امر او را در این اوراق باید دید. منشور نجات بشر را در این دفتر مختصر باید جست. اجمال هر تفصیلی است، دلیل هر سبیلی است. مطالب آن را نمیتوان احصا کرد. هر کلمه از آن اشاره به مطلبی است که مطالب بیشمار در دل خود نهفته دارد. هر کس با هر نظری در آن بنگرد به حقایقی پی میبرد که از آن پیش بر خود وی و بر دیگران ناشناخته بود. ولیکن او را چنان که اوست با هیچ نگاهی نمیتوان دید، با هیچ خردی نمیتوان دریافت. باید روزگاران از پس یکدیگر بیاید و بگذرد تا اندک اندک آنچه در این کتاب مستطاب نهفته است هویدا شود. در این چند ورق چند مطلب از مواد این منشور نگاشته می شود تا نمونه‌ای باشد از آنچه می توان از این کتاب مستفاد داشت، بی آنکه استقصای حقایق حتی در یکی از این مطالب ادعا شود. چنین ادعای نارواست و ادعای ناروا از اهل بها دور باد. عرفان مظهر امر، حق مقدس از عرفان ما سواست. خلق را به عالم او راهی نیست و از همین جاست که آنچه بر انسان واجب آمد عرفان مظهر امر اوست. او در عالم امر و خلق در مقام خداست. هر که او را شناخت به مقصود روی آورد و معبود را دریافت.
اوست که از مشتر ظهورش نور خدا اشراف کرد. ظهور او قضایی است که اثبات شده، بلکه هر قضایی را اثبات کرده است. صخره را او به سیه در آورد و سدره طور از وی به ندا آمد. سته ثانیه بعد از الف قائمه است. آسمانی است که ام الکتاب در آن مخزون است. امر مبرم خدا و اسم اعظم اوست. کلمی اولیا و مطلع اسماء حسناست. در یوم ظهورش جز نفس خدا مذکور نیست. هر اسمی به قول او مخلوق شد و هر امری به او معلق آمد. حجت و برهان طائف حول ظهور اوست. ستم را بر خود هموار ساخت تا عدل در موسوای اوب ظاهر آید و به نفس خود ذلت را قبول کرد تا عزت در میان جهانیان رخ گشاید. در او به چشم انصاف نظر کنید و از آنان که بر وی ستم میرانند نباشید. او محبوب نقطه اولا، نقطه اولا از ستمی که اهل بیان بر او روا می دارند ناله می کند. اگر اینان مهر نقطه اولا به دل ندارند، لااقل آزار او روا نشمارند. آنچه از ستمگران بر او گذشت کافی است و بیش از این آزار او روا نیست. عهد طغیان در روزگار او رسم ستم گرفتند. اهل بیان رفتار این زیانکاران را به یاد آورند و بدان که او در ذکر محبوب خود به زبان آورده است توجه کنند. فرمود قبله شما من یسره الله است. اگر او را انکار کنید به کدام سو رو می آورید؟ آشکارا به ارتفاع امر محبوب قبل از امر خیشتن شهادت داد. بدین سبب احکام نازل کرد تا محبوب او در حین ظهور جز به ذکر مقامات خود نپردازد. ولیکن محبوب او فضل خیش را شامل کرد، به تفصیل احکام پرداخت و با تخفیف و تسهیل احکام او شما را سبکبار و آسوده حال ساخت. مطلع اعراض را باید گفت که از حق چشم نپوشد. اگر امر او بر مردم مشتبه شد بر خود او نشود. مظهر عام چون او را میبیند که از خدا دل برکنده و به هوا رو آورده است، عشق بر گونه فرو میریزد. از او میخواهد که فضل مولا را از یاد نبرد. او را شبان و روزان برای خدمت به امر محبوب تربیت فرمود. بروز که توبه کند، از خدا بترسد، بیاد آورد که در حضور مطلع وحی به پا می ایستاد و آیاتی را که القا می شد می نگاشت. مبادا همیت بر او چیره شود و از رجوع به حقیقت باز ایستد. قلم علا برای خدا به وی پند میگوید. اگر اقبال کند به سود اوست و اگر روی برگرداند خدا
خدا از او و یاران او بی نیاز است. آن که او را گمراه ساخت به تقدیر حی قدیر از میان برخاست، اینک بروست که اقبال کند از اعمال خود بیناک شود تا فضل خدا شامل آید و گناه را بر وی ببخشاید. مبادا اهل بیان را آنچه در بیان نازل شد از مظهر امر خدا باز دارد. بیان جز برای ذکر او تبدیل نگردید و اهل اخلاص از این کتاب بوی مهر جانان را به مشام جان می شنوند. من یسر الله آنگاه که همه جهانیان در خواب غفلت بودند به مکتب تجرید در آمد. در این مکتب معانی بود که بیان را به وی عرضه داشتند، آیات نازله در آن را فرو خواندند. او این هدیه را پذیرفت، به امر او شهادت داد و به امر خود آن را اجابت کرد. آنگاه که جمال قدم به این مکتب قدم نهاد و لوح امر را فرو خواند، اهل بیان در نهانگاه عدم خفته بودند. این مکتب پیش از آن که آسمان و زمین به کلمه خدا پدید آید آفریده شد. بر شماست که هرچی از بیان در نیابید از او بپرسید تا معنی آن باز گوید، زیرا که او در آن مکتب بر این کتاب احاطه یافت. کتاب او، سبیل او، امر او. به مدارسی که می روید داخل نشد، مباحثی را که می خوانید نیاموخت، علوم رسوم را فرا نگره. با این همه سخن این امی را به گوش جان بشنوید تا دریابید که چگونه روح کتب در قلم او دمیده شد و جهانیان را هوش از سر ببرد. کتاب او نسیم رحمت یزدان بود که چون وزیدن آغاز کرد دریای حکمت و بیان را به موج آورد. این کتاب میزان هدایت است، حجتی است که هر برهانی در هر زمانی بدان اثبات می شود. دین خدا و امر خدا و ذکر خدا از این پیش و از این پس همین کتاب است. هر که خواهد اقبال کند، هر که نخواهد خدا از او و از همه جهانیان بی‌نیاز است. به کلمه از نزد خود سراسر جهان را می گشاید. مبادا در امر او که ملأ اعلا در برابر آن سر فرود آورده است توقف کنی. کس را نمی رسد که جز بدان چه در این ظهور ظاهر شده تمسک نماید. آن که از این امر اعراض کند هیچ حقی را در عالم اثبات نمی تواند کرد. جمیع سبل به سبیل واحد منتهی شد. این راه را در پیش باید گره و سپاس باید گفت. این نظم بدیع است، هر نظمی از آن به استراب آمد و هر ترتیبی با ظهور آن به دست اختلاف سپرده شد. امری نیست که ملعبه اوهام خود سازی، میدان مکاشفه و انقطاع است. تنها دوستان دلاور خدا
که به ترک عالم امکان توانا باشند در این میدان جولان می کنند. هر زبون بددلی را یارای آن نیست که بدین مقام را جوید. ظهور این امر که موعود ادیان به جهان آمد و جنود عرفان بیاراست، جمیع قبائل رو به گریز نهادند. مردم اختلاف یافتند و تمسک به اوهام جستند. نمی بایست بدان چه در کتب نازل شده است از این کتاب ناطق ممنوع شدند. نمی بایست به ذکر ولایت و نبوت از خدا باز مانند. توجه خلق باید به حق باشد، بدان چه از قلم اعلا نازل شده است گوش فرا دارند. اگر بوی خدا به مشامشان رسید، دست از اعراض بشویند و خود را از فضل حق محروم نسازند. عجب در این است که علما در حین نزول آیات در خلف حجابات ماندند. چشم عنایت خدا بر ایران می گردد. کسی را که هر روز و هر شب می جستند نیافتند. تا از دیده ها پنهان بود به نام او افتخار می کردند. چون با حجت و برهان به جهان آمد از نفس او روی برتافتند. به اسما و اذکار از مالک آنها محجوب ماندند. علوم اینان را از معلوم باز داد. از آن پس که پرده ها دریده شد، مردم را در پس پرده دیگر پنهان ساختند. از خدا بترسند و خود را در میان او و بندگانش حجاب نکنند. اگر اینان به مطلع امر ایمان می آوردند، مردم از او اعراض نمی کردند و آنچه امروز می بینید بر او وارد نمی آمد. کسانی از علما کتاب به دست می گیرند و بدان بر خدا استناد می جویند، چنان که هر ملتی چنین کرده و از کتاب خود در برابر خدا دلیل آورده است. باید بدانند که کتاب خداست که میزان حق است و آن را به میزان قواعد علوم که در دست خلق است نمیتوان سنجید. باید زنجیرهای اوهام را بگسلند، چنان که در اول امر سبب اعراض خلق شدند، در این یوم علت اختلاف در اطراف نشوند. از احواء خود دل برکنند، امری را که اسنام اوهام از آن به استراب افتاد بپذیرند. اگر افق اعلا را ببینند، مردم را به خود با می‌گذارند و در مقام محمود به امر محبوب دل می‌سپارند. ولیکن اگر به سوی خدا روی آورند و به امر او درآیند، دیگر نباید در آن فساد افکنند و کتاب خدا را به احواء خود قیاس کنند. فضیلت علم. علمایی که چنین کنند به امر بها مقبل شوند
و در آن به طریق صلاح روند، مقامی بزرگ دارند، امواج بحر اعظمند، انجم سماع فضلند، درفش پیروزی در میان زمین و آسمانند، مطلع بیان برای جهانیانند، تعلم علوم مجاز است به شرط آن که به جدال در کلام منتهی نشود. هر پدری باید فرزندان خود را خواه پسر خواه دختر با تعلیم علوم تربیت کنند. غفلت از این فریضه روا نیست. اگر پدری خود چنین نکند، بیت عدل بلد باید او را ملزم سازد یا خود متعهد تربیت اولاد او باشد. حکم محو کتب منسوخ شد و حرمت سؤال از مظهر امر از میان رفت، به شرط آن که سؤال از امری باشد که به کار آید، نیازی را از میان ببرد، شما را در راه خدا سود رساند. به تعلم السنه مختلفه مأذونید تا به تبلیغ امر الله و بست ذکر او در بین ملل توانا شوید. ولیکن به هر حال بدانید که هرچه کتاب در جهان باشد، شما را از آیات این کتاب بی نیاز نمی دارد. ندای ستره ظهور گوش فراداری و آیات قلم علا را به گوش هوش بشنوی، تا مرق دل به سوی مطلع وحی پرواز کند و بوی معانی به مشام جان رسد. این قلم چون به حرکت در آید، نسیم رحمت خدا را به ما سوا می رساند و چون ساکن شود، کینونت اطمینان را در عالم امکان ظاهر می سازد. آنچه از این دریای بیکران تراوش کند، احکامی است که مایه دلخوشی دلها و روشنی چشم هاست، حدودی است که سبب نظم عالم است. توان گفت که جمال قدم احکام به حدود نازل نفرمود، بلکه ختم رحیق مختوم را بگشود. این احکام آب زندگی است، چراغ دانایی است. این حدود را مانند دیدگان خود گرامی بدارید. به این احکام به روح و ریحان عمل کنید. اگر حلاوت بیان را دریابید، هر چه دارید وا می گذارید. این حلاوت جهان را فرا گرفت، تا آنجا که از سنگ ها جوی آب شیرین روان ساخت. روانیست که شما غافل مانید. جنج پنهان خدا را با کلید عشق بگشایید. از احکام محبوب بوی پیراهن او میوزد، آن که این بوی خوش را به مشام جان دریابد، تیر بلا بر دیده می نشاند تا آن احکام در بین انام اثبات شود. عمل به احکام محبوب را باید حب جمال او باعث آید. آنان که بیدارند، مهر دلدار را به بهای جان خریدارند و به پای دل به کوی او می شتابند. اگر چنین نکنند، در بستر غفلت آسوده اند، در خواب زلالت قنوده اند.
از کمخردی در پی زیان خود می روند و سودی را که در سودای یار دارند فرو می گذارند. معنی آزادی. برخی از مردم در پی آنند که یک سر آزاد بمانند. آزادی بدان سان که اینان میخواهند به فتنه می انجامد. آتش این فتنه چون درگیرد با آسانی فرو نمی نشیند. این گونه آزادی فراخور جانوران است. آدمی باید تابع سنن باشد، به قواعد تن در دهد تا از زیان خود و دیگران محفوظ ماند. این گونه آزادی انسان را از حدود وقار و ادب خارج می سازد و از مقامی که در خور اوست فرو می اندازد. آزادی به معنی حقیقی خود در اطاعت امر است. آن که مطیع آیات است در کمال آزادی است. آزادی سودمند در بندگی خداوند است. حکمی که ما را بدان مأمور می سازد برای تربیت ماست. به قصد این است که مقام انسان فراتر رود. این حکم را با همه شدت آن باید اجرا کرد. رأفت نباید مانع عدالت شود. شکسته را باید بست و بسته را باید شکست. بندی که به امر خدا برگردن ما نهند به سود ماست، ورنه او مستغنی از ما سواست. ما را از آن چه مایه زیان تن باشد و از آن چه خرد را تباه سازد بر حذر دار. تمسک و استقامت و انقطاع. دریافت آدمی در زندگی این جهان نارساست. تنها پس از مرگ میتوان بدان که خدا از برای انسان خواسته است راه یافت و علو این مقام را باز شناخت. اگر آدمی را در این جهان به این راز آشنا سازند جان بسپارد. پس بروست که به امر خدا تمسک جوید و روی از حکم او که عین منفعت است بر نتابد. مبادا چون سر از خواب بردارد و به خود باز آید حسرت خورد و ندامت برد. عمل را دام آرزو نکند. اصول نفس را به جای اصول امر نگیرد و از این راه در بند زنون و اوهام نیفتد. به هوای خود حدود خدا را دیگرگون نسازد. حدود نفس و هوا را بشکند و آنچه را که از قلم اعلا بدان مأمور است حفظ کند. سبحات جلال از خدای متعال بازش ندارد. پرده ها را با آتش مهر او بسوزاند و به قوتی از هم بدرد که صوت خرق آنها در آسمان تنین اندازد و مسامع اهل ملکوت را بنوازد. مبادا در امر او اختلاف کنی، مانند کوه استوار باشی، مثل شریان در جسد امکان نباز شوی، تا آنجا که جهان را با هر استخوان پوسیده‌ای که در آن است بجنبانی. در همه احوال به خدمت قائم باشی، به قدرتی قیام کنی که شبهات کفار شما را از معرفت ظهور باز ندارد.
پیمان مشکنید، باز پس نروید، به شؤون دنیا از امر خدا باز نمانید. جهان گذران شما را نفریبد، بدان چه از مال دنیا در نزد شماست دل خوش ندارید. عزت و شوکت و ثروت یک سره به باد فنا خواهد رفت، به بندگی خدا روی آورید و به این حبل متین چنگ زنید تا مقامتان به ظهور آید و نامتان ثبوت پذیرد. خوشا به روزگاری که به یاد خدا گذرد و نیکوس اوقاتی که در عبادت او بسازد. Thank you.